با سلام به شما بینندگان عزیز، مرسده قائدی هستم و برنامه دیگری از خاوران و یادهای زندان رو تقدیم حضورتون میکنم. در دوران سرکوب دهه 60 و 67 هستیم. طبق روال همیشگی برنامه‌مون یک مهمان خواهیم داشت که این در این برنامه در ابتدا مصاحبه خواهیم داشت با شهاب شکوهی، از زندانیان سیاسی سابق رژیم و از خانواده جانباختگان. شهاب شکوهی، به برنامه ما خوش اومدی. خیلی ممنون. منم متشکرم از شما که به هر حال صورت دعوت من رو دعوت کردید به این برنامه و سلام میدم به خدمت بینندگان عزیز. شهاب جان، من ابتدا میخوام از خودت شروع کنم، قبل از اینکه در مورد علیرضا با صحبت بکنم. علیرضا شکوهی، شما چند سال زندان بودین شهاب جان؟ ولی من یک سال و نیم بودم زمان شاه زندان بودم. من سال 54 سال 53 تا 54 از سال 60 تا 61 زندان بودم. بعد یه مقطعی کوتاهی در واقع جورایی رفتم بیرون و ادامه داشت، دوباره دستگیر شدم، ادامه داشت تا 68، یعنی نسبه 7 سال. یعنی در واقع شما زندانی دو نظام هستین. بله؟ بله. شهاب جان، کیفرخواست شما چی بود در زمان شاه و زمان جمهوری اسلامی؟ حالا زمان شاه من مثلا به پیروی از مثلا اون موقع فعالیت چریکای فدایی بخشن، مثلا ما میدان میشناختیم یه دور بر من مثلا معلممون مشتبه خورم اومدی و چریکا فدایی بود. وقتی که اونا توی درگیری شهید شدن، من مثلا با یه تعداد از دوستامون در واقع در جهت انتقام یا در واقع مطرح کردن این رفقایی که از دین رفتن دست به یه سری فعالیت ها زدیم، یه فعالیت های اعلامی پخش کردیم، اونم یه سری کارا کردیم که تحقیر شدیم به واسطه بود. پس کیفرخواستتون پخش کردن یه اطلاعی بود، کتاب خواندن و اطلاعی در همین حد. بله؟ اعلامیه مثلا دادیم مثلا علیه شاه. بله. فرخواست ما اونجا میگفتن اقدام علیه امنیت کشور دیگه. بله درست. و که فرخواستون در زمان جمهوری اسلامی چی بود شهاب جان؟ که فرخواست من در چین جمهوری اسلامی که بازم هم حالا اقدام علیه امنیت کشور هم روزه خیلی بیشتر چیز میکرد، محاربه با خدا و با رسول خدا بود و مثلا فعالیت در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی بیه. شما دادگاه داشتین؟ من والا کدوماشو باید بگم. نه، در زمان جمهوری اسلامی دادگاه داشتین شما؟ اول وکیل داشتین اصلا در زمان جمهوری اسلامی شما؟ وکیل که اصلا توی جمهوری اسلامی حتی الانش هم معنی نمیده دیگه. الان نسیم صدیقی از اول یا خیلی دیگه از عزیزانی که توی زندان هستن نشون دادن که الانش بعد این همه 20 سال داره از جمهوری اسلامی میگذره اصلا وکیل معنی نداره. نه، دادگاه من فقط مثلا خودم بودم، شیخ نیری بود که همین رئیس دادگاه کشتار 67 بود که در واقع قاتل اونا در واقع من بود، و یه نفر میرزا بنویس که نشسته بود اونجا. فقط یه سوال هم بیشتر از من نکرد، یعنی اسم و مشخصات هم پرسید و بعدم گفت که میدونی که برادرت علیرضا شکوهی در تاریخ یه تاریخ اشتباه هم اتفاقا داد، در تاریخ فلان معدوم شده، یه چین کلمه هم به کار بود و تو را میتونستی پیشو. منم گفتم دیگه من اصلا حرفی ندارم با شما، چون همین موضوع اصلا حالا ما یه مقدار خراب کرد. گفتم اصلا حرفی با شما ندارم. بعد بلاش گفت روز بود بود این کل دادگاه من بود. یعنی چند دقیقه فقط؟ آره واقعا چند دقیقه هم نشد و همین هم حکم اعدام دادن به منم. من قبل از اینکه شما میدونم یکی از بازماندگان سرکوب باید بگم دهه 60 و 67 هستین، خوشبختانه میخوام راجع به اون دوران باهاتون صحبت کنم. ولی قبل از اینکه وارد دوران سرکوب سال 67 بشم، میخوام راجع به علیرضا سوال کنم. میشه راجع به علیرضا برامون کمی بگین؟ علیرضا از طوری که من میدونم از فعالین زمان شاه بوده، در اون دوران زندان بوده، اینو توضیح بدین از چه تاریخ علیرضا در زندان بود، در زمان جمهوری اسلامی چه تاریخی در زندان رفت و یک شهر کوچیک از وضعیت علیرضا برای ما بدین. باش چشمان. ولی علیرضا کلا متولد 1329 بود، مجموع 33 سال
حالا بیشتر هم نکرد متاسفانه. و این دوره مثلا کوتاه زندگیش علیرضا بلا فاصله بعدی که وارد دانشگاه شد بلا به فعالیت اون موقع هم در واقع نزدیک بود به جنبش اعتراض های مثلا جنبش دانشجویی که سال 48-49 اگه یادتون باشه اون موقع مثلا اتفاق افتاد. این وارد مثلا فعالیت و مبارزه در واقع که اون موقع جنبش دانشجویی بود شد و این سال 49 در واقع چون جنبش دانشجویی مقدار افت پیدا کرده بود و بیشتر حرکت ها توی مثلا مبارزه چریکی در واقع معنی پیدا می‌کرد، علیرضا با تعدادی از دوستاش یه گروهی رو تشکیل دادن به نام سفاره سرخ. بعدم دستگیر شدن سال 50 و محکوم 4 نفر اولا محکوم به اعدام شدن. خدا به واسطه اعتراضاتی که به صورت خارج کشور و داخل مقداری انجام گرفت، تعداد اعدامایی که به صورت گرفته بود تا اون موقع 9 نفر رو به از گروه های مختلف به شاه در واقع حبس کرد، معروف شد به عبد شاهی. در واقع چیز شاه و در واقع باید هم تخفیف پیدا میکردن احیانن یا هرچی و اینا مثلا محکوم شدن به تبعید در واقع که فرستاده میشد براجا و بعدم بعد یک سال هم دوباره برگشتن به شیراز. شیراز هم یه جورای تبعید بود و تا سال 57 توی زندان مثلا شیراز بود. پس با قیام انقلاب 57، یعنی با انقلاب 57 علیرضا از زندان بیرون اومد، درسته؟ دقیقاً بله، دقیقاً تقریباً جزء سری‌های آخری بود که از زندان آزاد شد. چه مدت طول کشید که علیرضا از زندان زمان شاه اومد بیرون و در رفت به زندان جمهوری اسلامی؟ والا علیرضا آخرای 57 دیگه آزاد شد. بله. مثلا یه بیرون بود، یه با قیام مردم بیرون بود در واقع تا سال 58 که گروه مثلا چندی از دوستاش چندی از سیاسی در واقع همین راه کارگر رو تشکیل دادن، سازمان کارگر انقلابی را تشکیل دادن. از سال 62 البته به عنوان دبیر اول سازمان بود که سال 62 پنج مهر 62 بود دستگیر شد و کمتر از 6 ماه بیشتر زنده نبود که 11 دیه 62 تیرباران شد. یعنی علیرضا 57 از زندان زمان شاه میاد بیرون و در سال 62 در زندان‌های جمهوری اسلامی، یعنی به زندان‌های جمهوری اسلامی میره و 6 ماه در زندان بود و تیرباران میشه، درسته؟ دقیقاً. شهاب جان، کیف علیرضا دادگاه داشت؟ کیفر شما تو میدونی کیفرخواستی داشت، دادگاهی داشت؟ چه خبر از داخل زندان از علیرضا دارین شما؟ حالا متاسفانه کسی رو پیش علیرضا به صدا نداشتن تو دوره چیزش، فقط خیلی کوتاه توی مثلا راهرو یا یه مقطع 2-3 ساعته یه نفر از دوستای زندانی مثلا پیشش بود که این به من مثلا نکات جالبی رو از وضعیت علیرضا هیچ خبر نداشتیم از وضعش نکات جالب بود. از جمله مثلا موضوع دادگاهش مطرح کرد که دادگاهش که رفته همین نیری در واقع رئیس دادگاهش بوده که اسمشو پرسیده، اینم گفته اسمت برو به رسمیت نمیشناسم که بخوای مثلا بیای برای من مثلا کیفر خاصی بخونی یا چیزی اعلام کنی. که نیری هم چیزو پرت میکنه که مثلا کتابی یا چیزی دستش پرت میکنه سمت علی و بعدم و علی میگه برو بیرون. یعنی کل مثلا موضوع همش همونم یه چند دقیقه بیشتر نشد، در عرض چند دقیقه به اعدام محکوم میشه. بعدم بعد اعدام محکوم. میدونم شهاب جان هم برای تو و هم برای من سخن گفتن از این دوران بسیار دوران سختیه، چون من و تو واقعا درد مشترک داریم. یعنی هم درگیر مبارزه زمان شاه بودیم و هم مبارزه علیه جمهوری اسلامی. ولی الان من میخوام برگردم به وضعیت خودت و دوران سال 67. خودت ارزیابیت از سال 67 چی بود؟ فکر میکنی چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی تصمیم رژیم آنی بود یا نه؟ این رژیم برنامه داشت، زمینه داشت، از قبل تدارک این سرکوب رو دیده بود؟ ببین این که مثلا این رژیم از اون ابتدای مثلا سرکار اومدنش اصلا با سرکوب شروع کرد، با سرکوب کردستان، خلق ترکمن و اینا، اصلا تردیدی تو این نیست که مثلا حکومت سرکوبگر بود.
منتها مثلا موضوع 67 به ویژگی به هر داشت. این 67 یک زمینه اجتماعی به سبب وسیع ایجاد شده بود از نارضایتی مردم. تا اونجایی که من خودم و حتما شما هم یادتون هست از ملاقاتی ها یا از مثلا اخبار و اینا، خیلی زمینه اجتماعی نارضایتی رو کاملا مثلا الان میتونست بفهمه. به ویژه این که آشکارا توش جنگ شکست خورد، یعنی که زهری که مثلا خمینی برکشید در واقع سنگین بود برای اسلامی که اون مد نظرش بود. خاطر او اسلام حاضر بود دنیا رو به آتش بکشه، حالا دیگه این جام زهرش هم نوشیده بود، خیلی به هر حال اسلام برش سنگین. البته شخص خمینی خیلی تعیین کننده بود، ولی سیاست عمومی حکومت در مجموع همین بود. به هر حال اون نارضایتی که توی جامعه وجود داشت و به ویژه این عقب نشینی اینا در رابطه به جنگی، همش میگفتن از کربلا به قدس و فلانی حرفا میخوان برن، و اون جهان اسلامی که تصور کرده بودن و به صلاح برونده بودن به اسلام چیز مردم، خب این عملی نشد و اینا دیدن خیلی به صلاح وضعیت افتضاحیه که هر آن ممکنه مثلا شورش های مردم شروع بشه با اون نارضایتی عمومی هم که وجود داشت، این شورش ها شروع بشه و موجب خطرات جدی برشون بشه، سرنگونی و هر آن اینا. به خاطر اینا تشددی این بودن که بتونن جلوی این اعتراضات مردم رو به یک شکل بگیرن. یه چیزای نکات دیگه هم به هر حال اصلا میتونه تعیین کننده و اصلا نقش داشته باشه، اونم اپوزیسیون بود. اینا معمولا اینطوریه، مردم دست اعتراضات مختلف ممکنه بزنن، ولی از اونجایی که رهبری ندارن شورشاشون خیلی وقتا ما دیدیم حداقل 20 سال گذشته بارها و بارها دیدیم سرکوب شده. خود پدیده مثلا زندانیان سیاسی یکی از اون چیزا بود که جمهوری اسلامی ازش میترسید، چون بالاخره تعداد رهبرانی توش بود و یه کسانی که برای جماعت روشون نظر داشتن یا مثلا بهشون روشون حساب میکردن. و هر حال به عنوان یه نیروی سیاسی مثلا با تجربه میتونست نقش داشته باشه. یکی همی که خب بخشی از این نیرو تو خارج کشور بود و بازم مثلا این نیروی داخلی اگه آزاد میشد میتونست با نیروی خارج کشور برای مثلا خیلی تعیین کننده و نقش داشته باشن توی مثلا رهبری مردم. به این خاطر جمهوری اسلامی از اون جایی که میخواست در واقع یه زهر چشمی بگیره که در واقع هم نیروهای مخالف رو سرکوب کنه، دست داره چیزهای خارجی که نداشت میتونست مثلا داخلی ها رو سرکوب کنه. از طرف دیگه متاسفانه شرایط که مثلا در واقع مجاهدین در واقع توش عملیاتی انجام دادن و این شرایط تقریبا فراهم کردن برای رژیم، چون رژیم کاملا این آمادگی رو داشت و اصلا برنامه ریزی رو داشت. حتی من یادمه حتما شما خودتون شاید خاطرتون هست اینا قبل از مثلا 67 سالهای قبل هم از ما مصاحبه هایی میگرفتن نظرتون چیه، یعنی تقریبا روانشناسی کرده بودن که ما چجوری فکر میکنیم و چجوری جواب میدیم و بر اساس این اومده بودن اینو حالا با توجیهات به صلاح فقهی خودشون، مثلا حکم اولی و حکم ثانویه که به صلاح مد نظرشون بود، اومده بودن گفته بودن خب حالا جوابی که در واقع ما میدیم چقدر میتونه تعداد به صلاح کشته بده یا تعداد تلفات براشون داشته باشه. شاب جان بچه ها، من همینجا به شما واقعا در اون فضای بودین که بچه ها رو برای دادگاه میبردن، بچه ها چی روحی داشتن؟ بعد شما خبرایی که بچه ها رو بردن چه خبرایی خودتون به شخصه شنیدین؟ چون هر کدوم از بچه ها ممکن بود از زوایای مختلف، از طریق سلولا، از طریق تماس هایی که با بچه های بند می گرفتن اخباری رو می دادن. خود شما از سال 67 چه خاطره ای دارین؟ والا من مشخصا اون موقع که در سلولا رو در واقع بستند و غیر منتظر بود، خبر حمله مجاهدین به ما رسید، اما فهمیدیم بالاخره تو جامعه خبرهایی هست و در سلولا رو بستن، تمام تلویزیون و امکاناتی که ارتباطی که ما داشتیم همه رو قطع کردن. خبری از مثلا بند ملی کشا که از بند روبروی در واقع ما گرفته بود، ما تو گوهردشت بودیم، خبری گرفتم که مثلا دارن کشتار میکنن، از مجاهدین شروع کردن و هیئت مثلا مردی تشکیل شده و دارن میکشن. این خبر اومد به بند ما رسید، متاسفانه خیلی به اصطلاح باورش نمی‌کردن، گفتن مگه میشه به یه عباد مثلا چیز بشه مثلا کشته، یعنی رژیم بیاد دست مثلا کشتار بزنه، که اونم اینطوری رسمی و
مثلا به این شکل، اونم تو این عباد. مثلا ما تصورمون، تصور خود من یا دوستان همین بود که مثل زمان شاه که مثلا میگردیم که ممکنه مثلا اینا یه بندی رو همون من اون گرچین های مثلا بند و زندان رو جمع کنن اونجا و بند رو به بهانه آتش بزنن، یا مثلا بگم خب در اثر گاز قبل رفتن یا آتش سوزی بوده، خلاصه به این شکل. ولی این که بگیرن اعدام کنن به این شکل دار بزنن مثلا بچه ها رو، خب تصور نداشتیم واقعا. دادگاهشون چند دقیقه طول میکشه شاب؟ دادگاهشون دادگاه من که تقریبا نه دادگاه یعنی شما دوباره 60 دادگاهی شدیم؟ بله خوب هست. همه رو تقریبا یه جورایی بردن دادگاه. دادگاه همه خود نیاری که اون موقع به من به صلاح حکم داده بود، این بار با هیئت به صلاح مرد با اشراقی نشسته بودن اونجا به صلاح حکم می دادن. سوالش هم این بود مسلمانی یا نه؟ اگه می گفتی نه تموم شد برو چپ، اگر مسلمانی برو راست. ولی باز به صلاح ادامه می دادن. خب اگه مسلمان نیستی، بعضی وقتا می گفتن که خب اگه مسلمان، اکی مسلمان نبودی مثلا؟ خواهی وقت مثلا اینطوری هم بود که در مورد من گفتم مسلمان نیستم، گفتن از کی؟ گفتم مثلا من هیچ وقت مسلمان نبودم. بذار مرتضای بدری که در واقع بنیادن در واقع مرتد بودم یا اینا، فقه خودشون اینطوریه که به صلاح مرتد ملی رو به درجا ادام میکنن و مرتد بدری مثلا سه روز بهش مهلت میدن که اسلام بیاره و توی سه روز هم به صلاح موظف این هم که بزنن دیگه. زنان حالا تو قدیم مثلا میگفتن لباس خشن باید بپوشنن بهشون، ولی مردا رو کتک میزنن به ازای هر وعده نماز مثلا شلاق میزنن تا وقتی که اسلام بیاره. اگه اسلام بعد سه روز نیاورد اعدامه. که ما 12 نفر بودیم که شامل این مورد شدیم. شاب یعنی شما اون باری که دفعه اول دادگاه شدین حکم گرفتین، ولی دوباره سال 67 باز با اینکه حکم داشتین شما دوباره دادگاه شدین، درسته؟ من توی جمهوری اسلامی سه بار حکم گرفتم، هر سه باشم هم به اعدام گرفتم. من اینجوری الان زندم خیلی، ولی خیلی خوشحالیم که زنده ای شهاب جان، خیلی خوشحالیم که تو رو الان پشت اینجا داریم و میتونیم با تو حرف بزنیم. یعنی تو سه بار در واقع دادگاه شدی، درسته؟ ولی اگر شهاب خاطره خاصی از سال 67 یا از عزیزایی که از جلوی تو رفتن، رفقایی که از نزدیک تو رفتن، خاطره خاصی داری به عنوان پایان آخرین سوالم میخوام اونو بگی و هر صحبتی که خودت داری برای خانواده ها، برای زندانیان سیاسی، هر چی وقتی میذارم در اختیارت که صحبت کنی. خاطره که خاطره است یعنی همش خاطره است که خاطره که در واقع هیچ وقت از ما بگیمونم تا آخر عمر بلا جدا بشه. خب ما در واقع دوران جوانیمون همش توی این مرحله بودیم، جوان هم که در واقع بیشترین برداشت از محیطشون توی دوران جوانی میکنه، ما همش توی زندان و سلول و شکنجه و این داستان ها و بسیلا بدبختی هایی که برای تو سرنام چیدا بود. ولی چی نکته که خیلی من در واقع تکون داد، شب مثلا شبی بود که از دادگاه، همین دادگاه سال 67 که رفته بودم، اینا مردد شدن که بالاخره من مثلا جزء مثلا اعدامی هستم یا نه. و اشراقی مقداری مثلا به عنوان سباب اطمینان یه سری مثلا توقف های چیز ایجاد میکرد. برای من بردن، دیر شد، من بردن تو همین حسینیه مثلا چیز آمفیتاج مال این... گوهردشت دیگه، درسته؟ تو اردش آره درست. آره احمقی که منو به اصطلاح برداش برد که اول می‌خواست به اصطلاح به ازای به اصطلاح چیز دروغی که به قول آل نیری گفته بودم 50 ضربه بزنه، 50 ضربهش زد شلاق و بعد منو برد آمفی‌تئاتر فکر کرد که جزء اعدامی هم دیگه. برد اونجا من در تو اتاق باز کرد آمفی‌تئاتر، تاریک بود توی آمفی‌تئاتر. نه بود یه دفعه گفت هیچ کس اینجا نیست، گفت وایس اینجا تا من بیام. این من نگه داشت اونجا، من سری چشمم رو مقدار اوبردم بالا و اطراف هم نگاه کردم. وقتی که نگاه به اطراف نگاه کردم، اول که چی صحنه که دیدم اون جلو استن مقدار دمپایی ها و لباس اینا بود که ریخته بود، که متاسفانه همونجا یه لحظه ناخودآگاه سرم رفت بالا که دیدم که تنابای دارم به صلاح از پرده آمریکاش آویزونه، که همون موقع فهمیدم که جدیه جدیه اصلا موضوع دارم کشتار من. تا اون موقع هنوزم نه که آدم باورش میشه، نمیخواد باور کنه که رفیقایی که مثلا سالها پیش هم بودیم الان همین به این راحتی بودن به صلاح
پشتنه تمام شد که یه دفعه پاسدارا اومد و گفت چه کار داشتی میگردی؟ گفتم هیچی، توی تاریکی من جایی نمیتونم ببینم. بعد منو ورزش برد مثلا انداخت سلول تا روز بعدش. هر حال مثلا یه چیز کوتاهی بود که از خاطره. در مورد خانواده هم واقعیت اینه که هم خانواده شما، خانواده ما و خانواده هزاران هزار نفر، مثلا امروزه که دارین نگاه میکنیم اصلا یه چیز، یه جنبه ملی پیدا کرده اصلا این زندانی شدن و عراق به صورت زندانی سیاسی خیلی وسیع تر از اون چی که زمان شاه و عراق وجود داشت. این خانواده همواره با صلاح و درد و با صلاح انتظار برای یا سرنوشت به صلاح بچه هاشون که تو زندان هن، یا اونا که متاسفانه از این اصلا دنبال به صلاح دادخواهی هستن. من که خودم مثلا برام خیلی روشنه که این حکومت اولا این خیلی حکومت دیگه رفتنیه. این زمان شما یادش بخیر مادر من همیشه میگفت که گای زین بپوش و گای زین بپوش باز. میگفتیم برای چی نمیگه؟ میگفت که این حکومت حالا بیچاره نمیتونست چیز کنه. میگفت حکومت موندنی نیست. و ما اون موقع اصلا تصوری که شاه و قدرت و با تشکیلات بخواد بره نداشتیم، ولی دیدیم که رفت. قطعی رفتنی شد. اون چیزی که مثلا برای ما مهمه این که اصلا که انتقام، من خودم اصلا شخصا با این همه مصیبت ها که سرم اومده فکر انتقام نیستم، فکر این راه حلی هستم که دیگه این اصلا تکرار نشه. اگه من میام مصاحبه میکنم، اگه مثلا خواهان اینم که مادرای ما، خانواده‌های ما بیرون باشن و همیشه صداشون مثلا به مردم دیگه برسونن، برای این که مثلا یه جنبه عمومی پیدا بکنه و در واقع مردم یه پازدهری پیدا کنن در برابر مثلا هر رژیمی که بعدها مثلا به قدرت رسید، چون قطعا یه حکومت نمیدونه. من باز چون الان یه صحبتی کردیم، من به شما یکی در شاکیان جمهوری اسلامی هستین درسته؟ چون یک روز ما با هم رفتیم پیش یکی از وکلا با عنوان شاکیان جمهوری اسلامی. الان یاد اومد که ازتون بپرسم که اون کار که با عنوان شاکی جمهوری اسلامی کیفرخواستتون چی علیه جمهوری اسلامی؟ والا من خیلی امیدی ندارم که از طریق مثلا این سازمان های مختلف، این همه این سازمان ها خیلی هم با ارزشه، خیلی هم اعتراض میره. همون روز هم من به اونا گفتم ده. که این کار مثلا میتونه مثبت باشه برای که هر اعتراضیه یه امضا مثلا باز مثلا اضافه بشه به چیزایی که سازمان ملن احتمالا خواهد رد. ولی من اصلا امیدم زندگی که تمام مصاحبه رو قبول دارن، تمام اعتراض رو باید بکنیم، ولی اساسا چشمم به مردم ایرانه. مردم ایران باید سرنگون کنن، مردم ایران باید به صورت تعلیم خودشون با تمام رژیم هایی که اصلا کلن چه فاشیستی، دیکتاتوری، هر رژیمی که خلاف مردم بخواد کاری بکنه باید تعلیمشون روشن کنن و ابتدا هم باید روشن کنن. امیدم اساسا به اونست. حالا من توی دادگاه هم باشه شرکت میکنم، به اندازه کافی هم حرف دارم برای زدن، برای که به اندازه کافی بدبختی به سرمون آوردن دوتا رژیم و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی که اصلا دیگه داشت به فلک هم رسیده رسیده با جنانه. شاب جان واقعا تشکر از تو میکنم که تو این برنامه شرکت کردی. من اینقدر تحت تاثیر صحبتهای تو قرار گرفتم که واقعا نمیتونم الان حرف بزنم. خیلی خوشحالم شاب که زنده ای و موندی و یک دو جنایت دو تا رژیم رو داری مطرح میکنی. امیدوارم که در برنامه های بعدی هم تو رو داشته باشم شاب. با تشکر از تو. ممنونم. من از لطف شما و دارید سفر حق من میکنید. انشالله در کنار هم باشیم و برسیم به صلاح برنامه را پیش داریم اینطور که صلاح واقعا ما هدفمون روشن کردن مردم از این جنبه ها که دیگه حتی اقلی پلا به سر فرزندان اونا نیاد، این از دیگه کنن که این مشکلات سر اونا هم نیاد. من ممنونم و متشکرم از برنامه ارزش. با تشکر از شما شهاب جان. برمانش. مصاحبه ما رو دیدین با شهاب شکوهی، زندانی دو نظام و همچنان خانواده زندانی سیاسی که از سال 49-50 در جلوی زندان ها بودن و در این دوران یکی از فرزندان خودشون علیرضا شکوهی رو از دست دادن و خوشبختانه تونست شهاب از زندان بیرون بیاد و این خانواده تا سال 67 همچنان در جلوی زندان ها بودن.
همطور که شهاب گفت، به امید روزی که ما مردم ایران دیگه مقوله به اسم زندانی سیاسی نداشته باشن و ما شاهد اینجور شنیدن این نوع داستان‌های، اینا به طور واقعی داستان نیست، اینا تاریخ یک مبارزه است، تاریخ یک مبارزه برای آزادیه که می‌بینیم از چه زمانی شروع شده و تا مردم به آزادی کامل نرسن این مبارزه ادامه داره. با تشکر از شما.